درود بر شما بینندگان عزیز، عزیزانی که پای گیرنده‌های خودتون نشستید و این برنامه رو دنبال میکنید. در برنامه کتاب مقدس پاسخ میدهد در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحالیم که میتونیم با اتفاق برادر عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی در خدمت شما عزیزان باشیم. ساسان جان، مرسی. رضا جان، روز جدیده، برنامه جدید و امیدوارم که برنامه‌های مفیدی رو بتونیم امروز در استودیو با هم دیگه درست بکنیم. بله، خیلی ممنون از همراهیتون. تیه سوالی که از دوست عزیزی فرستاده بودن در برنامه‌های قبلی برای تفاوت کلیساهای کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان، در بحث آخرمون در برنامه قبلی به مبحث پروتستان رسیدیم. خواهش میکنم که برای بینندگان عزیز توضیح بدید که حالا بعد از پروتستان چه اتفاقاتی افتاد بعد از نهضت پروتستان. آره، من به فکرم رسید، چون واقعا این سوالیه که ایرانی های عزیز خیلی سوال خیلی واقعیه که میگن که خب شماها میگید مسیحی مسیحی، این همه کلیساهای مسیحی هست، خب فرقشون چیه؟ و سوال هاست که این سوال رو ما میشنویم و واقعا من خودم تا حالا نمیگم کسی دیگه این کارو نکرده، شاید کردن من نشنیدم جواب این سوال، شاید تو تلویزیون‌های مسیحی داده شده من نشیدم، ولی من تا حالا زیاد وارد این بحثا نشدم. وقتی که سوالش به دست ما رسید فکر کردم خوبه یه مقدار این بحث رو باز بکنیم و چند جلسه صحبت کردیم فرق کلیسای ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان به طور کلی. ولی واقعیت اینه که خود کلیسای پروتستان هم یک عالم شاخه‌های مختلف داره. پس وقتی میگیم پروتستان، اونم مفهومیه که اونم کلمه‌ایه که خیلی میتونه مفهوم‌های مختلف داشته باشه و خیلی ریش شاخه‌های الهیاتی مختلف هست. پس فقط یک فرقه و یک مکتب فکری نیست الهیات پروتستان. پس خوبه که تو این برنامه که داریم صحبت شاخه‌ها و فرقه‌های کلیسایی رو می‌کنیم، یه برنامه‌ای هم داشته باشیم برای مبحث پروتستانیزم به طور کلی، نه فقط فرق پروتستان‌ها با کاتولیک‌ها یا ارتدوکس‌ها. و دوباره خواستم یک کتابی فقط معرفی کرده باشم. من خودم باید به دوستان بگم که وقتی که این سوالا به دست ما میرسه، بعضی وقتا من خودم باید کتاب سفارش بدم، کتاب بخرم بخونم تا ببینم که جواب سوالا رو چطوری باید داد. این یه کتابی که خودم تازه خریدم. از این کتابا تو آمریکا خیلی زیاده، ولی چون خودم زیاد تو این بحثا نرفتم، گفتم خب واسه جواب به این سوال و اومدن تو استودیو خوبه ما هم یه مایه‌ای بذاریم و کتابی من معرفی کنم. یه کتاب فقط به عنوان مثال، The Complete Guide to Christian Denominations: Understanding the History, Beliefs and Differences. از این کتاب ها خیلی زیاده، ولی این یک کتاب راهنمایی هست که کتاب راهنما به فرقه های مسیحی و درک تاریخ، عقاید و اختلاف های فرقه های مسیحی. و البته صحبت کاتولیک و ارتدوکس هم میکنه، ولی واقعیتش اینه که ما در خود آمریکا بیش از 300 فرقه مختلف مسیحی داریم. و شاید یکی بگه خیلی واسه شوکه کننده باشه 300 فرقه مسیحی تو خود آمریکا. و نویسنده خیلی جالب این صحبت رو شروع میکنه که صحبت خیلی واقعی هم هست که گفتیم هر فرقه، هر مکتب فکری یک سری خصوصیات مثبت داره و یک سری ضعف ها توش وجود داره. ما پروتستان هم استثنا نیستیم. نکته های مثبت پروتستانیزم چی هست؟ نکته های مثبت پروتستانیزم این هستش که صحبت میکنیم که خیلی مهمه هر کس خودش با مسیح رابطه واقعی، شخصی و زنده داشته باشه. ایمان و نجات ارثی نیست. چون کسی جد آبادش مسیحی بوده، مسیحی کسی به دنیا نمیاد. هر کس خودش باید تصمیم بگیره که قلبش رو به مسیح بده، مطیع مسیح باشه. پس این مسئله رابطه هر فرد با مسیح نکته خیلی مثبتی، حالا به خصوص از نظر ما پروتستان ها، اینی که هر کس خودش باید کلام خدا رو بخونه و درک کنه. فقط چون یه چیزی رو کورکورانه نباید قبول کنیم، چون پدران کلیسا گفتن، چون شورای کلیسا گفته، چون واتیکان و پاپ میگه، چون کشیش میگه. نه، هر کس باید خودش، این یک از تاکیدهای لوتر بود که هر کس باید خودش کلام رو بخونه و هر کس حق داره خودش کلام رو درست درک کنه و تفسیر کنه، نه فقط کشیشمون چی میگه. خودم باید برای خودم بخونم و ایمان داشته باشم. هر کس، یه اشاره خیلی سریع کردیم که نهضت پروتستانیزم وقتی شروع شد، لوتر اشاره کرد که هر ایمانداری خودش کاهنه. هر ایمانداری، ما نیاز به یک کشیش نداریم که واسطه ما با مسیح باشه. هر شخصی خودش مستقیماً با کاهن اعظم عیسی مسیح در تماسه. و انگلیسی میگیم priesthood of all believers. تمام ایمانداران خودشون مستقیم میتونن، نیاز به واسطه نیست. و این اصطلاح توی کتاب مقدس هم استفاده شده، چه تو عهد عتیق چه توی عهد جدید. پس اینا همه از نظر ما نکته‌های خیلی مثبتیه، ولی واقعیت اینه که
این پتانسیال هم به وجود میاد که هر کس بگه درک من درسته، تفسیر من درسته، من به مرکزی، به منبعی نیاز ندارم، نیاز ندارم که مطیع واتیکان باشم، نیاز ندارم که مطیع پاپ باشم، من خودم این درک رو از این متن کردم، الهیات من این درک رو داره، تفسیر من اینه و این میتونه باعث فردگرایی و جدایی باشه توی تفسیرها، توی الهیاتها، توی درکهای مختلف. دلیلش اینه. چی؟ یکی از دلایل اینه. آره، پس چرا ما این همه فرقه های، البته کاتولیک و ارتدوکس هم فرقه هایی دارن که زیاد کسی دربارش اطلاع نداره، ولی چرا تو پروتستانیزم این همه فرقه به وجود اومد بعد از لوتر؟ به خاطر اینکه این آزادی به وجود اومد که دیگه ما مرکزیتی نداریم، مثلا واتیکان که باید حتما مطیع یک مرکز، یک رهبر باشیم، هر کس خودش باید کلام رو بخونه، میتونه تفسیر بکنه، درک بکنه. البته منظور لوتری نبود که هر کس واسه خودش هر تفسیری داره اوکیه، باید بر طبق قواعد درست اصول تفسیر یک تفسیر درست کسی بکنه، ولی بالاخره این در باز شد که افکار مختلف، تفسیرهای مختلف به خاطر آزادی که به وجود اومده تو دنیای پروتستانیزم این شاخه ها به وجود بیاد. و یه فاکتور دیگه شم که نویسنده حالا داره درباره کانتکست امروز آمریکا به خصوص صحبت میکنه، اینم برای ایرانی ها به نظرم خوبه که ما بگیم، اینه که این انفجار فرقه‌ای هم باید بگیم یکی از دلایل جدیدش مسئله آزادی در دنیای غرب و به خصوص آمریکاست. یعنی حتی تو اروپا هم وقتی که نهضت پروتستانیزم شروع شد، خیلی وقتا حاکم یک کشور میگفت هر کشوری باید یک مذهب داشته باشه. این مسئله مذهب و سیاست، یک مذهب، یک ایمان، یک پادشاه. وقتی که آمریکا تأسیس شد، آمریکا اصلا برای این اساس تأسیس شد که آقا دولت آمریکا نمیاد پشت یک مذهب رو بگیره. پس این آزادی مذهب از اولش توی آمریکا بود و خیلی از این گروه‌های مختلف مسیحی که با همدیگه جنگ و دعوا داشتن توی اروپا اومدن کجا؟ اومدن آمریکا. چون آمریکا جایی بودش که هر کس میتونست برای خودش با آزادی بر طبق وجدان خودش، ایمان خودش، اهداف خودش رو دنبال کنه. پس آمریکا جایی شدش که جنگ و دعوا اونجا شد. نه یعنی این چون جنگ و دعوا تو اروپا بود، تو آمریکا این آزادی شد. این بازار کثرت‌گرایی فرقه ها تو آمریکا خیلی داغ شد و خب از آمریکا هم امروزه به خاطر نفوذ آمریکا، انواع و اقسام هر چی که تو آمریکا اتفاق میفته تو تمام دنیا هم توسعه پیدا میکنه، پخش میشه. پس به خصوص این فاکتورهای دیگه ای هست، ولی اینا فاکتورهای اصلی هست به نظر من که چرا این فرقه های مختلف به وجود میاد، چرا این همه شاخه به شاخه هست و این واقعیتیه که باید باش روبرو بشیم. حالا من برای اینی که یه مقدار بحث فرقه های پروتستان رو باز بکنم، میخوام به عزیزان بگم که نگران نباشن، ما صحبت 300 فرقه آمریکا رو نخواهیم کرد تو این برنامه چند دقیقه، ولی میخوام یه سری تصویرهای بزرگ ارائه بدم از فرقه های اصولی پروتستان و دوباره میخوام از این کتاب جدول ها استفاده کنم، Charts of Church History، و یه جدول خیلی خوبی نویسنده داره که من خیلی خوشم اومد برای توضیح، میخوام فقط این جدول رو نشون بدم و تیتر این جدول هست A Family Tree of Protestant Denominational Groups. این Family Tree به فارسی این حالت درخت، مثل یه درخت که شاخه های مختلف داره، که چطوری ریشه پروتستانیزم که در برمیگرده به سال 1517 که شما عرض فرمودید برنامه های پیش، اون حرکت لوتر. پس این ریشه پروتستانیزم اگه بگیم مثل یک بذر پروتستانیزم کاشته شد، چطوری این درخت رشد کرد و به شاخه های مختلف تبدیل شد و من میخوام درباره این شاخه ها با هم صحبت بکنیم. یا میتونیم تصویر یک رودخونه ای رو، رودخونه های مختلف که یه رودخونه را میفته، بعد این رودخونه به شعبه میگیم به فارسی، به جاهای مختلف ازش رودخونه های باریک بیرون میره یا رودخونه های باریک از جاهای دیگه وارد رودخونه میشه. پس این حرکت، این تحرک، این مخلوط شدن و قاطی شدن نهضت ها اتفاق افتاده و میفته و داره هم میفته. و یک نکته دیگه، نه این نکته بعد بذار، این نکته هم الان یه نکته دیگه هم اضافه بکنم. خیلی وقتا این فرقهای، یعنی این مثلا میگیم 300 تا فرقه، واقعیت اینه که 300 تا فرقه میتونن زیر تعداد کمتری
از نظر اصولی با اینا رو جمع‌بندی بکنیم. خیلی وقتا حتی یک فرقه فکری توی کشورهای مختلف بوی فرهنگی متفاوتی میگیره. وقتی که میاد توی خود یک فرقه میتونه دعواهایی به وجود بیاد و این فرقه زیر همون اسم ولی با زیر همون اسم کلی ولی با جزئیات از همدیگه جدا بشن. مثلا وقتی که ما میگیم فرقه پرسبیتری، فرقه به فارسی قصدش هست مشایخی، ولی تو ایران حالا پرسبیتری و ما میگیم انجیلی به زبون کشور ایران. خود فرقه پرسبیتری میتونیم بگیم که توی کره، بذار مثال بیارم، من شنیدم توی کره جنوبی که کلیسای پرسبیتری خیلی هم قوی هست، میسیونرها رفتن و خیلی از کره‌ها از زمینه بودایی به مسیحیت ایمان آوردن و خیلی کلیسای پرسبیتری توی کره جنوبی رشد کرد. من شنیدم بالای نمیدونم 100 فرقه فقط پرسبیتری تو کره است. حالا یه فرقه میتونه توش یه جنگی بشه الهیاتی، مثلا یه عده بگن که ما، حالا به این صحبت هم من و شما خواهیم رسید، یه عده بگن که ما عقیده داریم که خانوم ها میتونن رهبری روحانی کلیسا رو داشته باشن، یه فرقه میگه ما مخالف این نظر هستیم. پس به خاطر این یه فرقه میتونه جدا بشه، دو شاخه بشه. بعد یه فرقه میگه ما این عصر رو قبول داریم، یه فرقه دیگه میگه نه ما تفسیرمون از این آیه اینه، دوباره سر این تفسیر متفاوت از هم دیگه جدا بشن. یه فرقه میتونه بگه من، یه فرقه دیگه مثلا یه فرقه میتونه جدا بشه، یه عده بگن شماها لیبرال شدید، شماها کلام خدا رو جدی نمیگیرید، شماها با دنیا دارید سازش میکنید. سر همین کی لیبرال هست، کی محافظه‌کار هست، کی داره سازش میکنه، کی میخواد پاک بمونه، یه فرقه میتونه جدا بشه. توی آمریکا حتی من داستانهایی شنیدم که کلیساها از هم جدا شدن بحث سر رنگ موکت کلیسا، یعنی واقعیت که آقا این رنگ ما خوشمون نمیاد، نه ما از این رنگ خوشمون میاد، فرقه جدا شد. سر اختلاف سر کی رو باید تعمید داد، چطوری باید تعمید داد، کی باید تعمید بده، عشای ربانی چطوری باید انجام داد، کی میتونه عشای ربانی رو دریافت کنه، کی میتونه دریافت نکنه. پس میخوام بگم 1001 سر حتی توی یک فرقه به خاطر این اختلاف‌های الهیاتی، اختلاف‌های اداره‌ای، اختلافات تفسیری، شاخه‌های مختلف به وجود میان با اسمای مختلف. پس میخوام بگم که حالا این هنوز صحبت‌های ما مقدمه ایه، ولی میخوام بگم یه ایرانی وقتی میشنوه 300 تا مثلا حالا 100 تا فرقه پرسبیتری هست یا 300 تا فرقه در آمریکا هست، صحبت 300 تا درک مختلف از انجیل مسیح رو نداریم، صحبت 300 تا درک مختلف از الوهیت مسیح یا تثلیث رو نداریم، صحبت سر اون موضوعات اساسی ایمان مسیحی نیست، ولی اختلاف سر خیلی از جزئیات دیگه الهیاتی و تفسیری هست که باعث میشه این جدایی ها به وجود بیاد. حالا توی اپیزود بعدی این برنامه‌مون میخوام یه مقدار تاریخچه یه سری از فرقه های اصولی پروتستان رو با هم دیگه مطرح کنم. خیلی ممنون از توضیحاتتون. دوستان عزیز به استودیو برمیگردیم، به آنتراک خواهیم داشت و باز در همینجا منتظر شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید. دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می‌توانیم باشیم؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد.
بله دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و مبحث خودمون رو ادامه میدیم با همراهی برادرمون دکتر ساسانه توسل. بفرمایید شما خیلی ساکت نشستی اونجا، همه حرفا رو من دارم میزنم، ولی خب ببخشید آقا، ما مقصریم تو این کار. من میخوام که بشنوم بیشتر. من میخوام که امیدوارم که بتونیم در یه تصویر نزدیک از این جدول داشته باشیم برای دوستان عزیز، و من میخوام یه مقدار از نظر تاریخی ریشه های فرقه های مختلف پروتستان رو با هم دیگه در میون بذاریم. اگر نگاه بکنیم به پروتستان به عنوان یک درخت با خیلی خیلی شاخه های مختلف و شعبه های مختلف، نهضت پروتستانیزم در 1517 میگیم نهضت شروع میشه. مارتین لوتر قیام میکنه در مقابله با کلیسای کاتولیک و انحرافات کلیسای کاتولیک. گفتیم لوتر هدفش این نبود که یک فرقه جدید شروع بکنه، لوتر هدفش این بود که کلیسای کاتولیک رو اصلاح بکنه. ولی وقتی دید که نه، کار اصلاحات جلو نمیره در درون کلیسا، لوتر اومد بیرون. و بعد یک سری از پادشاه های یا شاهزاده های آلمانی هم لوتر رو ساپورت کردن. بالاخره مسائل نژادی و فرهنگی هم بود در داخل هر نهضت دینی، و بالاخره لوتر خودش اومد و این شاگردان لوتر اون رو پیروی کردن، و کلیسای لوتری بالاخره به عنوان پیروان لوتر شروع میشه. و توی این جدول حدود 1520 تاریخ شروع نهضت پیروان لوتر رو میذاره. پس یکی از شاخه های پروتستانیزم رو کلیسای لوتری ما میگیم، که حالا کلیسای لوتری تو آمریکا، خود لوتری در کلیسای لوتری در آمریکا چندین تا شعبه مختلف داره، به خاطر دعواهایی که شده، به خاطر اینکه از کلیسای لوتری حتی توی اروپا از کشورهای مختلف وارد آمریکا شده، به خاطر بوهای مختلف فرهنگی، تأکیدهای مختلف الهیاتی و دعواهای الهیاتی، حتی کلیسای لوتری هم همشون به خودشون لوتری میگن، ولی لوتری مال این شاخه، لوتری مال اون شاخه، به خاطر مسائل الهیاتی. بله، در کلیسای لوتری هم الان عده‌ای هستن توی خیلی جاهای دنیا که خیلی از نظر الهیاتی لیبرال شدن، یعنی خیلی از اصول کتاب مقدس، اصول الهیات کتاب مقدس رو دیگه محکم نمیگیرن. شاید خود لوتر الان حتی دیگه نتونه تشخیص بده پیروان خودش رو. پس ولی یک شاخه از کلیسای پروتستان کلیسای لوتری هست. یه شاخه مهم دیگه کلیسا، که از همون زمان این تو این جدول 1520 یه شاخش میگه لوتری، یه شاخش رو اسمش رو نوشته چی؟ ریفورمد، یا کلیسای اصلاح شده ما میگیم به فارسی. و این برمیگرده به طور اصلی به شخصی به اسم جان کالوین. کالوین هم خودش یک کاتولیک بود، تحصیل قانون میگیم خونده بود، قانون خونده قانون. بود در و فرانسوی الاصل بود، ولی و خود حقوق میگن حقوق، و خود کالوین هم تجربه روحانی جدیدی پیدا میکنه، به قول ما پروتستان های امروزی در آمریکا تولد دوباره پیدا میکنه، و خود کالوین هم از کلیسای کاتولیک میاد بیرون و بعد در سالهای بعدی زندگیش میره به ژنو، و تو ژنو این نهضت فکری کالوینیسم یا پیروان کالوین شکل میگیره. من خودم رفتم کلیسای کالوین در ژنو و یه مدرسه الهیاتی که کالوین درس میداد، و کالوین یکی از بزرگترین متفکرین الهیدان هست در تاریخ کلیسا. یعنی وقتی که تو مطالعه میکنی متفکرین کلیسا را، لوتر هم همینطور، اسمایی مثل آگوستین مطرح میشه، اسمایی مثل اکواینس مطرح میشه، و بعد اسمایی مثل کالوین و لوتر. یعنی اینا واقعا غول‌های تفکرات الهیاتی مسیحی بودن. حالا چه ما باشون موافق باشیم مخالف باشیم، انکار نمیشه کرد که تفکرات خیلی وسیعی داشتن و مسیحیت رو خیلی شکل دادن، مسیحی به خصوص مسیحیت پروتستانیزم رو کالوین خیلی شکل میده. پس کالوینیزم یا به قول معروف ریفورمد، الهیات اصلاح شده، اونم یه شاخه دیگه میشه از تو مکتب پروتستانیزم. حالا تو تا حالا تو که بالاخره کلاس هایی رو گذروندی، حالا میخوام تو رو به سوال بکشونم که اینقدر ساکت نشین اینجا جلو بنده فقط آب بخوری. یه دونه از فرق های کالوین و لوتر به یادت میاد؟
که مثلا حالا بین فرق، حالا میگیم جفت اینا پروتستانن، با هم رابطه خوبی داشتن کالوین و لوتر، البته کالوین از لوتر جوان‌تره، مال چند دهه بعد از لوتره، ولی چه فرقی هست بین الهیات کالوین و الهیات لوتر به عنوان یکی از نمونه ها؟ اون چیزی که خیلی مشهوده بیشتر طرز تفکر این دو نفره. خب طبعا طرز تفکر کالوین متفاوته، تو مغز متفکر نهضت پروتستانه. الهیات رو به شکل اصلاح شده تدوین میکنه و به نهضت پروتستان ارائه میده، در حالی که خود آقای لوتر، مارتین لوتر، اون مشت رو، مشت اول رو میزنه، استارت اولیه. حالا به غیر از این نوع توصیفات، از نظر نکته الهی، مثلا یکی از فرقهای الهیاتی، نه حالا روششون یا نفوذشون، یه فرق الهیاتی یادت هست بین لوتر و کالوین؟ من الان چیزی یادم من آخر به چالش کشم. یکی از، نمیخوام بگم، میخوام ملموس باشه. آره، از نظر الهیاتی کالوین خیلی سیستماتیک هست، لوتر نیست. لوتر موعظه هاش خیلی موعظه های آتشی، کالوین خیلی به طور توی دو تا یه کتاب داره به نام Institutes of Christian Religion که اساس الهیات سیستماتیک پروتستانیزم و پروتستانیزم اصلاح شده هست. ولی به عنوان مثال که ملموس باشه واسه دوستان، کالوین و لوتر عقیده های مختلفی درباره عشای ربانی داشتن، که عشای ربانی مسیح چطوری حاضر هست، حضور داره بین ما در کلیسا. یا کالوین و لوتر دیدگاهشون متفاوت بود درباره رابطه شریعت، عهد عتیق با عهد جدید، رابطه شریعت در تورات با فیض در عهد جدید. پس میگم اختلافات تناقض‌آمیز یا اختلافاتی که بگیم برمیگرده به اصول بنیادین مسیحی با هم نداشتن، ولی این نوع مسائل بله فرقهایی رو به وجود آورد بین کالوین و لوتر و پیروان کالوین و پیروان لوتر. پس این رو به عنوان یه نمونه میگم. حالا الهیات اصلاح شده و بعد همین الهیات اصلاح شده امروز تو آمریکا انواع و اقسام فرقه های مختلفی هست که خودشون رو توی الهیات اصلاح شده میبینن، خودشون رو پیروان کالوین میبینن ولی با هم اختلاف دارن و با هم فرقه های مختلفی دارن با اسمای مختلف. همه زیر این چتر الهیات اصلاح شده هستن ولی فرقه های مختلف، حتی فرقاشون توی آمریکا و خب توی جاهای مختلف دنیا. یه سری کسانی که پیروان کالوین هستن ولی از هلند، تو هلند شکل گرفتن، تو هلند رشد کردن و تو آمریکا هم حالا اومدن، این خودش یک سری تفکراتش هست، تفکرات منحصر به فردی داره. یه سری از پیروان کالوین از اسکاتلند اومدن آمریکا و اون خودش، یعنی حتی بین فرق بین پیروان کالوین از هلند و پیروان کالوین از اسکاتلند باعث شده که شاخه های مختلفی در الهیات اصلاح شده به وجود بیاد. یعنی من دارم اینا رو هی دائم میگم که بگم اختلافات همیشه نه سر مسائل الهیاتی فقط یا مسائل بنیادین، خیلی وقتا فرهنگ ها، زبان ها میتونه تاکیدهای مختلفی در الهیات ما به وجود بیاره. پس این پس از نظر الهیات اصلاح شده، که حالا یکی از شاخه های الهیات اصلاح شده، این البته این عکس میتونه خیلی پیچیده تر باشه، این یه عکس ساده است، این یه جدول ساده است، ولی در درون این الهیات اصلاح شده در سال 1560 این شاخه پرسبیتریان رو نویسنده نوشته. پس الهیات اصلاح شده یه شاخه اصلیه، از درون این شاخه اصلی یه شاخه دیگه میاد به نام پرسبیتریان یا مشایخی. این پدر این شاخه کی هستش آقای رضاخان؟ اسمشو بردی توی جلسات قبل. پدر این شاخه، شاخه پرسبیتریان، یعنی پرسبیتریان که در اسکاتلند رشد میکنه، یک متفکر پشتش هست. اون متفکر پیرو کالوینه ولی خود اونم یه متفکر مشهوریه. تو زوینگلی مصاحبت کردی؟ نه، زوینگلی هنوز تو اروپا است. این مال جان ناکس هست. کسی که پس خودش پیرو کالوینه، از الهیات اصلاح شده کالوین دنبال میکنه، ولی خودش هست جان ناکس. که این حالا فرق بین پرسبیتریان و ریفورم چی هست، یا فرق بین کلیسای مشایخی و کلیسای اصلاح شده چی هست؟ از نظر الهیاتی شاید با هم هیچ فرقی نداشته باشن. فرق اینجا سر اداره کلیساست، که حالا یعنی وقتی شیوه رهبری کلیساست. یعنی حتی همین مسئله
شیوه اداره کلیسا خودش باعث شده که فرقه های مختلفی شکل بگیره. به طور کلی ما سه نوع شیوه داریم برای اداره کلیسا، اگه بخوایم خیلی ساده بگیم. یه شیوه، اگر دوستان فکر کنن مثل مثلث نگاه بکنن، یه شیوه میگه کلیسا باید یک اسقف داشته باشه و اون اسقف یا پاپ، حالا یا اسقف یا پاپ یا حالا کاردینال، اونها اسمای مختلفه، ولی یک اسقف باید در رهبری کلیسا باشه. پس این یک شیوه رهبریه. حالا این مثلث اگه ما اینطوریش بکنیم بهش میگیم کانگریگیشنال. یعنی چی؟ یعنی تمام مردم کلیسا در رهبری شرکت میکنن، برای هر تصمیمی تمام اعضا باید رأی بدن به قول معروف. پس به جای اینکه یک اسقف سر کلیسا باشه، تمام مردم سر کلیسا هستن. یه جنبه خیلی دموکراتیک تر داره. حالا این دو مثلث رو اگه ما با هم مخلوط بکنیم، دو تایی رو که بنده دیگه با انگشتام نمیتونم بکنم، شیوه مشایخی بهش میگیم، که بهش انگلیسی میگیم پرسبیتریانیسم. یعنی چی؟ یعنی مردم یک سری نماینده انتخاب میکنن از طرف خودشون و اون نماینده های انتخاب شده از طرف مردم کلیسا رو رهبری میکنن. یک جمع بازگیه که اونم بعد یک نفر نیست، یک جمع مشایخه که انتخاب شده مردم هستن. این روش اداره کلیسا رو که البته خود بندم توی این روش هستم، به این روش عقیده دارم. عقیده دارم که بر طبق کلامه. حالا این روش رو بهش میگیم پرسبیتریانیسم که توی اسکاتلند شروع شد. حالا یه سری کلیساها میتونن اصلاح شده باشن از نظر الهیاتی، ولی با روش پرسبیتریانیسم اداره نشن. میتونن کانگریگیشنال باشن، جمعی باشن، مثل جاناتن ادواردز، یا میتونن بپتیست باشن. حالا وارد اون صحبت هم خواهیم شد. پس میخوام بگم فرق ها میتونه هم الهیاتی باشه یا حتی اداره‌ای و روش اداره و رهبری کلیسا باشه. و این کلیسای پرسبیتریان جان ناکس تو اسکاتلند شروع شد. شما یک کتاب اینجا داری که حالا وقتمون تو این اپیزود تموم شده، وقتی برگردیم میخوام بهش اشاره بکنم. و این هم خودش یکی از بزرگترین نفوذهای توی تاریخ غرب کلیسای پرسبیتریان یا مشایخی، به این عنوان که دولت آمریکا، سیستم دولت آمریکا که پارلمان داره، قاضی داره و رئیس جمهور داره، بر طبق سیستم اداره‌ای کلیسای اسکاتلند بنا شده. یعنی حتی کلیسا خیلی مدل بوده در طول تاریخ روی روش حکومت دموکراسی در دنیای غرب. و این هم دوستان به نظرم خوبه که بدونن که به نظر من ما باید نمونه باشیم برای دنیا، و اینم یکی از اون نمونه های بوده، تاریخی بوده، که میتونیم بهش اشاره بکنیم. تو اپیزود بعدی صحبتمون رو ادامه. خیلی ممنون باز از توضیحاتتون. یه بریک با هم خواهیم داشت و بعد دوباره برمیگردیم به استدیو. دوستان عزیز با ما همراه باشید. دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می‌توانیم را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. دوستان عزیز به استدیو برمیگردیم و باز به اتفاق دوست عزیزمون ادامه میدیم مبحث خودمون رو در رابطه با شاخه های پروتستانس. داریم درباره، میخوام خیلی سریع چون هنوز خیلی صحبت داریم، وقتمون هم داره زود میره،
اشاره کردم شما یه کتابچه با خودت داری، میخوام اینو نشون بدی به دوستان. مدرک یکی از ایمان نامه های پروتستانیزم هست، بسیار مهمه. اسم این چیه؟ اعتقادنامه وستمینستر، ترجمه تتاروس میکایلیان، کشیش شهید کلیسای ایران. ما کلیسای انجیلی ایران، کشیش میکایلیان، اعتقادنامه وستمینستر. و اگه لطف کنی من یه دقیقه این کتابچه رو بدی، این کتابچه یه که الهیدان های اصلاح شده در انگلیس این رو نوشتن چند صد سال پیش به عنوان خلاصه ایمان اصلاح شده کلیسای انجیلی به قول معروف. و من این رو من توی سات 7 یه سری برنامه‌های الهیاتی داشتم درباره معرفی اصول الهیات مسیحی از کتاب آرسیس رول استفاده کرده بودم که تقریبا بر اساس اوتلاین این اعتقادنامه هست. این اعتقادنامه شروع میشه از کتاب مقدس، خدا و تثلیث، تقدیر الهی و بعد صحبت مسیح شناسی، نجات، برگزیدگی، برگزیدگی. پس نکته های الهیاتی، روش اداره کلیسا، رابطه عهد عتیق با عهد جدید، رابطه کلیسا با جامعه، مسائل عبادتی کلیسا، هر کدوم این نکته ها توی فصل کوتاه به طور چکیده مطرح شده و نوشته شده. و توی این که فارسی اینم خیلی کم هست، این اعتقادنامه وستمینستر، توی این اعتقادنامه خیلی از کلیساهای اصلاح شده ریشه خودشون رو پیدا میکنن یا میگن که این کتاب، این اعتقادنامه خلاصه خیلی درستی هست از الهیاتی که ما بهش ایمان داریم از کتاب مقدس. یه دقیقه کتاب مقدس رو تو به من بده و این وستمینستر رو. ما در الهیات ما نمیگیم که سنت به اضافه کتاب مقدس، کتاب مقدس ارجحیت اول رو داره، ولی عقیده داریم که یه همچین اعتقادنامه‌ای در زیر کتاب مقدس خلاصه‌ای هست، چکیده‌ای هست از الهیات کتاب مقدس. ولی اینم انسان‌ها نوشتن، میتونه توش خطا باشه، میتونیم اصلاحش بکنیم، میتونیم عوضش بکنیم، ولی عقیده داریم که این یک خلاصه مفیدی هست، از چکیده مفیدی هست از الهیات کتاب مقدس. الهیات اصلاح شده تو کشورهای مختلف هم ایمان نامه های دیگه نوشتن، مثل ایمان نامه بلژیک، The Belgic Confession of Faith، توی بلژیک یه ایمان نامه نوشتن توی همین الهیات اصلاح شده. توی هلند مسیحی های، یعنی این کار مسیحی های انگلیس بود، ولی مسیحی های اصلاح شده همه پیروهای کلوین هستند، ولی تو کشورهای مختلف تأکیدهای مختلف، فرهنگهای مختلف، اعتقادنامه های مختلفی رو نوشتن، مثل هایدلبرگ کاتکیزم که توی هلند نوشته شده. پس میخوام بگم که حتی یه شاخه الهیاتی اصلاح شده میتونه شاخه های کوچیکتر در مناطق مختلف دنیا داشته باشه. و این خب بالاخره این فرقه ها، این نهضت های فکری برای خودشون یه فرقه تشکیل میدن، سازمان میسیونی دارن، کتاب، انتشارات، مدرسه الهیات، و این باعث میشه که یه مقدار فرقه ها شکل بگیره و توسعه پیدا کنه، شاخه های مختلف. حالا توی این دوباره برمیگردیم به این تصویر ساده، به این جدول ساده. یک فرقه دیگه که البته این از اون فرقه هاست که خیلی وسیع الهیات این فرقه، فرقه کلیسای انگلیس هست، یا کلیسای اسقفی ما میگیم بعضی وقتا، یا انگلیکن میگیم، که دوباره توی این شاخه میبینیم که در سال 1534 فرقه کلیسای انگلیس شکل میگیره. و این از اون داستانهایی که داستان هم جالبیه، هم خیلی بحث انگیزه و خیلی هم مسئله سیاسی. البته این صحبت دای جان ناپلون نمی کنم، کار انگلیس، ولی هنری هشتم میخواستش که زنشو طلاق بده. خب انگلیس اون موقع کاتولیک، زیر نظر پاپ، پاپ هم گفتش که شما نمیتونی زنتو طلاق بدی، برخلاف تعالیم کتاب مقدس. و پادشاه انگلیس چون خودش میخواست زنشو طلاق بده، میخواست وارث پسر داشته باشه، خودش انگلیس رو میاره از زیر نفوذ کلیسای کاتولیک بیرون، برای خود کشور انگلیس یک کلیسا شروع میکنه و یک شخصی رو به عنوان رهبر کلیسای انگلیس خودش تعیین میکنه به نام کرامر، تامس کرامر، به عنوان اسقف کانتربری که امروز هم اسقف کانتربری هست. راون ویلیامز هست اسمش، مرد بسیار متفکری هستش راون ویلیامز. و پس کلیسای اسقفی هم شکل میگیره، یا کلیسای انگلیس، یا کلیسای انگلیکن.
و درسته که تاریخچه همچین خیلی جالبی شروعش نداره. شروع این کلیسا چیه؟ یه پادشاه میخواد ازدواج بکنه، زنشو طلاق بده و این نهضت رو راه میندازه، ولی واقعا خدا استفاده کرده در طول تاریخ و مردان و زنان بزرگی توی این کلیسا اومدن، الهیات، کتاب‌های الهیاتی، تعالیم الهیاتی، خدمات انسانی. توی خود ایران ما هم اسقف دهقانی تحتی که الان فوت کردن اسقف کلیسای انگلیسی بودن در ایران و خیلی خدمات وسیعی میسیونرهای اسقفی داشتن در سراسر دنیا. و کلیسای اسقفی البته توی نظر تاریخی بعد از هنری یکی از دختراش پادشاه میشه به نام مری، که این دخترش کاتولیک بوده و شروع میکنه به کشتن پروتستان ها، جفای پروتستان ها. تو انگلیس و اسکاتلند جنگ و جدال فرقه و مذهبی خیلی بوده، حاکم کاتولیک میشده، پروتستان ها رو جفا میداده، پروتستان ها میمدن سر کار، کاتولیک ها رو جفا میدادن. خدا رو شکر که امروز دیگه از این داستان ها ما نداریم توی دنیای غرب، ولی اینا واقعیت های تاریخیه. ولی کلیسای اسقفی هم پس یک شاخه خیلی بزرگی هست از مسیحیت جهانی. حالا توی کلیسای اسقفی ما میبینیم که چند تا شاخه دیگه از درون کلیسای اسقفی بیرون میان. یه شاخه‌ای که از کلیسای اسقفی بیرون میاد گروه بپتیست هست، گروه بسیار بزرگ، گروه بپتیست ها هستن که از درون کلیسای اسقفی تقریبا میان بیرون. و بعد گروه دیگه‌ای که ما بهشون میگیم متدیست ها. پس گروه متدیست، گروه بپتیست، حالا بپتیست هم خودش یه عالم شاخه پیدا میکنه، ولی اینها محققین عقیده بپتیست ها، البته بعضی ها میگن که نه ما ریشمون از کلیسای اسقفی نیست، ولی هستش به طور تاریخی. پس حالا بپتیست ها، تاکید کلیساهای بپتیست چیه به طور کلی؟ تأکید کلیسا بپتیست اصلا یعنی چی؟ یعنی تعمید. پس بپتیست یعنی تعمید، ولی کلیسای بپتیست یعنی کلیسای تعمیدی. و از اسمش هم خیلی واضحه به طور کلی که یکی از خصوصیات این کلیسا اینه که چه کلیسای لوتری، چه کلیسای پرسبیتری و اصلاح شده، چه کلیسای اسقفی، همه اینها نوزادان یک پدر مادر مسیحی رو توی کلیسا تعمید میدادن. و چه کلیسای کاتولیک و ارتدوکس، در تاریخ کلیسا ما نوزادان کلیسا رو تعمید میدیم و نه به عنوانی که حالا بنده پروتستان نوزاد رو تعمید نمیدم که عقیده دارم که تعمید فیض خدا رو تو بچه میاره یا تعمید باعث نجاته. تعمید به عنوان مهر مالکیت خدا که این بچه در عهد خدا در کلیسای خدا داره رشد میکنه. ولی بپتیستا میگفتن نه، هر کسی نوزاد رو نباید تعمید داد، تو عهد جدید همچین چیزی ما نداریم، هر کسی باید خودش ایمان بیاره، وقتی خودش تصمیم میگیره ایمان میاره در سنی که درک میکنه پیغام انجیل رو، اون موقع باید تعمید گرفت. پس یکی از خصوصیات الهیات بپتیست که خیلی هم توسعه پیدا کرده در سراسر دنیا اینه که یک نوزاد نباید تعمید بگیره، هر شخصی باید در سنی که خودش درک میکنه بعد بتونه تعمید بگیره. و از نظر اداره کلیسا هم بپتیستا ادارهشون خیلی مستقله، ما نباید زیر یک شورا باشیم، نباید زیر یک اسقف باشیم، نباید زیر یک جمع باشیم، هر کلیسایی کاملا مستقله و بعد مستقل اداره بشه. پس بپتیست ها ریشه تاریخیشون از کلیسای اسقفی انگلیس میاد و از جاهای دیگه. متدیست ها هم همینطور، دو تا برادر بودن به نام جان و چارلز وسلی و این دو تا برادر در کلیسای اسقفی هن، ولی ناراضی هن از وضعیت روحانی کلیسا که اینجا همش دوباره سنت شده، آداب و رسوم، مردم ایمان زنده ندارن، با عیسی مسیح رابطه شخصی ندارن. و این دوتا برادر این نهضت رو شروع کردن. دوباره هدفشون نبود که یه فرقه شروع کنن، ولی این فرقه هم شروع شد بعد از اونها پیروانشون. تاکیدشون روی قدوس، زندگی پاک، که زندگی پاک مهمه، زندگی میتونیم مقدس زندگی کنیم، باید مقدس زندگی کنیم، حتی میتونیم به مرحله برسیم از قدوسیت که دیگه گناه هم نکنیم و کاملا پاک باشیم، که البته بنده همچین عقیده رو ندارم. و بعد متدیست ها پس روی این مسئله قدوسیت، روحانیت خیلی تاکید کردن، از کلیسای اسقفی اومدن بیرون و پیروانشون هم خب خیلی توسعه پیدا کردن، به خصوص در آمریکا وقتی اومدن آمریکا. و این هم پس یکی از اون نهضت‌های تاریخی هست. و بعد توی همین اول این شاخه یه گروهیه که انگلیسی میگیم آنابپتیست، که اینا هم مثل بپتیست‌ها میگفتن نوزاد رو نباید تعمید داد، هر کس خودش باید ایمان بیاره و تعمید پیدا بکنه. ولی این گروه گروهیه که گفتن که نه، بقیه شماها
کلوین و لوتر و اسقفیا، شماها به اندازه کافی به عهد جدید برنگشتید. شماها هنوز به این اعتقادنامه ها و ایماننامه ها و شوراهای اولیه کلیسا و پدران کلیسا هم واسهتون مهمه. ما فقط میخوایم به عهد جدید برگردیم و خیلی به اینا به این میگیم رادیکال رفورمیشن، اصلاح رادیکال. و از اینا یک عالم گروه بعدن بیرون میاد با خصوصیت های خیلی مختلف و اینها هم قسمتی از بالاخره تاریخ الهیات پروتستان هستند. بسیار این جدول خلاصه شده ای هست، میگم خیلی این داستان پیچیده تره، ولی من فقط دارم اون دو تا چارتای اولیه شاخه های خیلی اصلی پروتستانیزم رو میگم که شاخه های انجیلی هست، اصلاح شده هست، بپتیست هست، کلیسای انگلیس یا اسقفی هست، متدیست هست، لوتری هست و شاخه های دیگه که الان دیگه وقتشو نداریم. من در خلاصه در خاتمه میخوام این رو بگم رضا جان به شما و بینندگان عزیز، بعد از این همه حالا آقا این چی میگه اون چی میگه و این حرفا، اصل مطلب برای ماها به خصوص ماهایی که پروتستان هستیم، پروتستان های بشارتی یا ایوانجلیکال یا انجیلی، اصل مطلب این نیست که تو به چه فرقه تعلق داری. پروتستان بودن کسی رو نجات نمیده، بپتیست بودن، انجیلی بودن، لوتری بودن، اسقفی بودن باعث نجات هیچ احدی نیست، کاتولیک بودن یا ارتودکس بودن کسی رو نجات نمیده، مسیح ما رو میتونه نجات بده. و اهمیت اینه که من به عیسی مسیح ایمان داشته باشم به عنوان خداوند من، به عنوان منجی من. من باید قلب خودم رو به مسیح بدم، مسیح باید حاکم زندگی من باشه. بنده پروتستان عقیده دارم که یه شخص میتونه عاشق مسیح باشه، پیرو مسیح باشه، تو کلیسای کاتولیک باشه، میتونه کلیسای ارتودکس باشه، میتونه کلیسای پروتستان باشه. پس میخوام در خاتمه این رو خیلی تاکید بکنم، بله بنده با خیلی از الهیات کاتولیکا مخالفم، بنده پروتستان با خیلی از الهیات ارتودکس مخالفم، با خیلی از الهیات فرقه های مختلف مخالفم، ولی این اختلاف نظرها نباید ما رو دشمن همدیگه بکنه. من این مسئله خیلی مهمه به خصوص جامعه ایران ما. یعنی من متاسفانه میبینم که یه عده میگن ما پنتکاستی هستیم، اون یکی گروه قبول نداره. حالا پنتکاستی ها اصلا نرسیدیم که داستان شروع اونا چیه، ولی پس فرقای الهیاتی هست، فرقای فرهنگی هست، فرقای تجربه های دینی هست، که چون یک گروه یه تجربه دینی پیدا میکنه خودشون رو جدا میکنن و میگن باید همه این تجربه دینی رو داشته باشن. پس پنتکاستی ها از نظر فرقی، فرق سر تجربه دینی شروع میشه در الهیات پنتکاستی. ولی میخوام بگم که امیدوارم که بعد از تمام این حرفا ما به این اصل برسیم که نه، میتونیم ایمان داشته باشیم به الهیات کلیسای خودمون، به تفسیرهای الهیدانهایی که علاقه داریم، به موعظه های شبانمون، بگیم ما تفسیرمون از کلام تفسیر خوب و درستی و امینی، خیلی خوب. ولی دلیلی نداره که حالا بخوایم با همدیگه دشمن باشیم، با همدیگه رابطه بد داشته باشیم، از همدیگه جدا باشیم، فرار کنیم، چون که فرقه های مختلف داریم. یعنی به نظر من باید اصل رو بذاریم سر این مطلب که آیا به اساس ایمان مسیحی ما ایمان داریم، به تثلیث، به الوهیت مسیح، به مرگ و رستاخیز عیسی مسیح که باعث نجات ماست. و بعد اگر بتونیم، اگر با هم در این مسائل اساسی متحدیم، اگر به مسیح ایمان داریم، اگر پیرو اون هستیم، باید بتونیم با هم دیگه نام مسیح رو جلال بدیم، با هم دیگه انجیل اون رو توسعه بدیم، به خصوص جامعه‌ای که ما ایرانی ها زندگی می‌کنیم. من دیگه بیشتر از این نمیخوام پرحرفی کنم، ولی خواستم با این موضوع صحبت امروزمون رو خاتمه بدم. خیلی ممنون از توضیحاتتون، امیدوارم که دوستان عزیز بیننده این مباحث براشون مفید واقع شده باشه. باز هم از شما میخوایم که در این برنامه ها ما رو یاری کنید، برای ما سوالات خودتون رو بفرستید، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم دارید برای ما ارسال کنید. منتظر ایمیل های شما عزیزان هستیم. تا برنامه دیگه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. با درود. بدرود.